با درود و وقتتان بخیر به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید. سرمای زمستان و نگرانی از وضعیت بیجا شدگان در کشور. سازمان ملل گفته است که 290 هزار تن در یک سال اخیر در نتیجه گسترش جنگ و خشونت‌ها در 32 ولایت افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. ما تا 72 ساعت تحت پوشش بیجا شده را قرار میدهیم که از بودجه اضطراری که است برایشان مواد غذایی در اختیار قرار بگیره و غیر غذایی همچنان تا زمانی که یا در یک جای مستقر میشن و او جای را از سوی وزارت امور مهاجرین در تفاهم با اداره اراضی تدارک دیده میشه. آیا به مشکلات این بیجا شدگان رسیدگی خواهد شد؟ تا چی زمان زمینه برگشت بیجا شدگان از جنگ به خانه هایشان فراهم خواهد شد؟ بر بنیاد یک گزارش تازه سازمان ملل متحد 290 هزار تن در یک سال اخیر در نتیجه گسترش جنگ و خشونت‌ها در 32 ولایت افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. یافته‌های گزارش دفتر هماهنگسازی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که در سال روان میلادی 289 800 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. از این میان تنها در دو هفته گذشته 40 200 تن در نتیجه جنگ‌ها ناگزیر شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند. در سال روان غزنی، کندز، فاریاب و ننگرهار در مقایسه با ولایت‌های دیگر گواه بیشتر بیجا شدن مردم در نتیجه جنگ‌ها بوده است. در این گزارش سازمان ملل به بیجا شدن ده‌ها خانواده در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان نیز اشاره شده است. با این هم شمار بیجا شدگان داخلی در سال روان میلادی در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است، زیرا در سال گذشته 510 هزار تن در نتیجه جنگ ها و خشکسالی ها از خانه هایشان بیجا شده بودند. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای قاضی عبدالرحیم رحیم نماینده مردم بادغیز در مجلس نمایندگان و آقای محمد اسلم سیاس معین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هستند که آقای سیاس تا لحظات بعد به برنامه خواهند آمد و بس خود را با آقای رحیم آغاز میکنیم. سلام به شما آقای رحیم، ممنون از حضورتان به برنامه. به اساس گزارش سازمان ملل که 290 هزار تن در افغانستان در سال روان میلادی از خانه هایشان بیجا شدند در 32 ولایت افغانستان به اساس جنگ ها و تهدیدات بلند امنیتی، بادغیس در کجای این 32 ولایت افغانستان قرار دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون تولونیوز و خدمت شما و همکاران شما. ممنون. ولی وقتی بحث از بادغیس میشه، بادغیس یکی از ولایات بسیار آسیب پذیر است که در دو مشکل اساسی گرفتار است، یک مشکل جنگ و مشکل خشکسالی. امروز به صدها تن مهاجر شدن، یعنی به طوری اقتصاد که مسئله را محاسبه میکنیم بیش از 40 هزار فامیل در بادغیس مهاجری نیستند که این مهاجرین به اثر خشکسالی یا قسمن از مناطقی که ناامن شده و تحت کنترل مخالفین رفته مهاجر شدن، و این مهاجرین در اطراف شهر قلعه‌نو مناطقی است که در اون مناطق جاواجا هستند و یا قسمن به ولایت هرات مهاجر شدن، به ولایت همسایه ما. یقینا خشکسالی عامل اساسی و بزرگ است که مردم بادغیس هر دوچار مشکل ساخته. بادغیس سرزمین است للمکار، فقط زراعت بادغیس متکی بر آب باران است. سالهایی که باراندگی کمتر بوده باشه قسمان نمی، وضعیت به این حالت وجود میاد. دو تا عامل دیگه اساسی و مبنای اقتصادی مردم بادغیس است، زراعت است و مالداری. وقتی که سال خشک آمده به این حالت، او اساسی ترین منبع اقتصادیشان که مواشی و مالداری است، او کاملا از بین رفته، بسیار کم مانده به حالتی که چون در زمین علوفه پیدا نشده. و قضیه بادغیس و خشکسالی بادغیس از اول سال 97 معلوم دار بود که بله، حکومت کاملا در جریان این وضعیت قرار داشته که بادغیس خشکسالی است، قحطی است، امسال مردم دچار مشکل هستند. و در این قسمت حکومت اقدام کرده؟ ولی با کمال تاسف باید بگویم که ماه هشتم سال است، اما تا کنون حکومت هیچ نوع توجهی که قابل ای بوده باشه که آدم سرش حساب بکنه که جزئی‌ترین درد این مردم را دوا کرده باشه تا به حال صورت نگرفته. و اون مردم فعلا در حالت بسیار اسفباری در داخل رودخانه ها، در بیابان ها،
نه نان است، نه سرپناه است، نه آب است و نه زندگی. همه زندگی محقر و زندگی اسفباری که فعلا برای مهاجرین است، قابل تحمل برای انسان نیست. اما این حکومت گوش و چشمش آنقدر کر شد که هیچ توجهی به این وضعیت هم نکرد، به این حالت هم رسیدگی نکرد. تنها به این مسئله اکتفا کرد که هیئت بفرستین، وضعیت رو ببینین، مسئله چطور میشه و تا به حال وضعیت به او شکل نیست که ما قابل قناعت برای مردم بادغیس و برای این مهاجرین بوده باشه. بله، آقای محمد اسلم سیاس، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، سلام به شما، ممنون حضورتان به برنامه. سیاس، آمار بیجاشدگان داخلی در مقایسه با سالهای گذشته چقدر است و این آمار را بیشتر کدام ولایت افغانستان تشکیل میده و اگر علتهایش هم اشاره کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام با شما و جلال ما پوزیس به همه بیننده های محترم تلویزیون شما. با تاسف که گزارش هایی که ملل متحد به مطبوعات داده که تا به حال 2.5 میلیون انسان از اثر جنگ و خشکسالی اینا بیجای شدن، البته در مجموع ولایات افغانستان، و از جمله 10,000 فامیل تا مدت یک ماه در سر تا سر افغانستان از اثر جنگ و خشکسالی اینا بیجای شدن که بیشترین این خانواده ها در ولایت هرات جا به جای شدن و همچنان در ولایت غزنی و بامیان. این آمار را شما تایید میکنین، درست است؟ دقیقا این گزارش ملل متحد، گرچه گزارش ابتدایی هست اما اونا به معیار بازرسی خودشان این معیار میگن و ما هم تا به حال اگر به صورت فشرده فعالیت هایی را که انجام شده ذکر بکنیم، بالاتر از 92,000 متریک تن گندم با تمام ولایات افغانستان و از جمله 20 ولایتی که از اثر خشکسالی اینا متضرر شدن و به خصوص 9 ولایتی که یکیش هم ولایت بادغیس است که جناب وکیل صاحب قاضی اینا ناموشه گرفتن، به این ولایات این گندم انتقال شده. حدودی و این کافی است به نظر 2,500,000 نفر تحت پوشش کمک ها قرار گرفته. بله. برای 20 ولایت که اینا بیشتر آسیب پذیر بودن از نوعی خشکسالی، علوفه حیوانی برشون، برای حیواناتشون انتقال شده و توزیع شده. حدود 350 میلیون افغانی تا دو نوبت به تمام ولایت افغانستان به خاطر رسیدگی به وضعیت غیر نرمال یا وضعیت عاجل کسایی که اینا نیازمند به کمک هستن انتقال شده. برای شهدای جنگ و حوادث طبیعی در مجموع برای فامیلایشان رسیدگی صورت گرفته. برای دهاقین متضرر بر علاوه توزیع گندم، یک مقدار گندم تخمی و تخمی و کود کیمیایی برشون توزیع شده و اداره آمادگی مبارزه با حوادث برای رسیدگی به وضعیت هم بجا شده و هم کسایی که احتمالاً در زمستان اینا از زمستان سرد متاثر میشن، این پلان و برنامه‌ش هم ساخته شده. فعلا بجای شدایی که در ولایات غزنی، فرا و کابل اینا بجای شدن، به اینا هم رسیدگی صورت گرفته. بله، حالا این هم فعالیت ها صورت گرفته ولی آقای رحیم میگن که به بادغیس داخل هیچ کمک نشده. خوب، البته وقتی ما
به سطح افغانستان گپ میزنیم در این شکل نیست که از جمله ولایاتی که بیشترین آسیب در خشکسالی دیده این ولایت بادغیس است. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه. آقای سیاس، به ادامه حرفای شما، آقای رهین گفتند که هیچ کمک صورت نگرفته در قسمت خشکسالی که بادغیس با اون مواجه شد و تعداد زیاد از بیجاشدگان را هم داره. ای کاش ما همی مقدار کمک هایی را که به ولایت بادغیس شده بود مشخصا ما جدولش پیشم نیست، اما ما به یقین گفته میتونم که با کلمه هیچ ما بسیار مخالف هستم. یعنی کمک های حد اقل ما 5 میلیون افغانی پول نقد به ولایت بادغیس روان کردیم. حد اقل در حدود 3 تا 5 هزار متریک تن گندم به ولایت بادغیس روان کردیم. پس با این حالت چگونه 40 هزار بیجا شده داره تنها بادغیس؟ خب این که 40 هزار بیجا شده داره و این چقدر ارقام درست است یا چقدر نیست، این بحث جداست. بین از آقای رهین بپرسیم. و گپی بسیار مهمی دیگه، فوکس رهبری مؤسسات ملل متحد که به دست اوچا هست، همیشه یک نماینده ملل متحد از طریق هرات ناظر به اوضاع چی بوده. ولایت غور و بادغیس و به ایجاد هر 15 روز یک بار سفر میکنن و وضعیت اونو بررسی میکنن. ممنون از شما آقای رهین. آقای سیاس میگن که کمک های شده و همچنان آمار را که شما حداقل راه کردین، 40 هزار بیجا شده در بادغیس، از طرف کی راه شده و این آمار چقدر دقیق است؟ خب بیاین ببینین یک وضعیت هر و این وضعیت اسفباری که هست. تا امروز که ما یک اطلاع دقیق داشتم، اما منابع سروی و اینها گزارش دادن که ما تا کنون 20 هزار فامیل سروی کردیم، هنوز هم هست و او تعدادی هم که به هرات مهاجر شدن بیش از 10 هزار است. حالا ببینین وضعیت به چه حالت است. جناب آقای سیاس مسئله را ایتو مطرح میکنن در سطح یک حکومت دولت 5 میلیون افغانی میگه ما کمک کردیم برای وضعیت خشکسالی. 5 میلیون افغانی شما 50 لک افغانی میشه. شما اگر امور مواد غذایی بخرین، فقط امور مواد غذایی بخرین، به هر مهاجر یک نون هم نمیرسه، یک نون خشک هم نمیرسه. آیا ما در سطح یک حکومت باید همینقدر محاسبه کنیم که ما 5 میلیون افغانی کمک کردیم؟ 5 هزار تن گندم رو کمک کردین، یک ولایت است که کل مردمش دچار مشکل است. کل مردمش وقتی زراعت نشده، همه مردم این که در مهاجر است و این که غیر مهاجر است هم دچار مشکل هستند. اگر ما بحث امو گندم را داشته باشیم که گندم امروز اکثر امو گندم به داخل گدام های شما گذاشته است که برای مردم تا به حال به شکل توزیع نشده. علت توزیع چیست؟ نتوانستن تا حال یک برنامه درست به این مسئله داشته باشند. اما ظرفیت ها در امو تیم ها وجود نداره که بتانند اما بالاخره امو نیازمند و غیر نیازمند را از هم جدا کرده بتانند. به این لحاظ مردم با فقر و گرسنگی زندگی میکنه. دولت ادعا میکنه که ما 5 میلیون افغانی روان کردیم، ما 5 هزار تن گندم روان کردیم و مردم هم به حالت کما و در حالت مرگ است. امروز اگر در داخل نبو مهاجرینی که در اطراف شهر قلعه‌نو است برای این سرپناه وجود نداره، وقتی از این مسئله را سوال میکنیم این 20 هزار فامیل و آمادن این زمستان و این وضعیت اسفبار چی خواهد شد، میگه کل مؤسسات و منابع کمک دهنده آمادگی گرفتن که 1 هزار خیمه ما داریم برای اینا کمک میکنیم. خب ببینین شما گیرم که 20 هزار تحقق پیدا بکنه و 20 هزار فامیل مهاجر و 1 هزار باب خیمه تقسیم ازیرا به چه حالت تقسیم میکنن، چطور میکنن که این وضعیت به این حالت برگرده؟ بهتر این خواهد بود که در طول نمی سال وزیر صاحب محترم زراعت رفتن به این وضعیت از حفاره بیدن، جناب وزیر صاحب حوادث رفتن یک شبر در قلعه‌نو بودن که من خودم هم همونجا بودم، این وضعیت را دیدن. از اون زمان تا حال 4-5 ماه گذشته باید یک برنامه درستی باید ساخته میشد که حداقل میتونستن این مردم را از این حالت نجات بدن. اگر اندک عمومی تر صحبت کنیم، واقعا وضعیت بیجا شدگان به اثر خشکسالی یا به اثر جنگ های داخلی تا چی حد قابل نگرانی است و حکومت باید چی کنه اینجا؟ ببینین شما اگر همین وضعیت مهار نشه و رسیدگی به این حالت نشه، خود شما ببینین او سرزمینی که زمستان بسیار سخت داره، زمستانش بسیار سخت و حتی سرپناه هم برای او مهاجر وجود نداره، مواد غذایی هم نیست به او حدی که او بتونه تغذیه بکنه خور.
و در بحث محروقات هم چیزی وجود نداره و او مردم توانی از این هم ندارن به خانه قریه و منطقه خود باز بگردن. چه در این ولسوالی که آمدن و قریجات دورافتاده که آمدن توانی برگشت هم ندارن. به این حالت که بمانن باران بیاید، برف بیاید و سرما شدید بشه، خود شما بگین که چیزی هم نباشه، چی حالتی در اونجا رخ خواهد داد؟ مرگ، مرگ دست جمعی و شاهد یک فاجعه دردناک انسانی در اونجا خواهد بود. این مسئله پیش بینی میشه. اما حکومت، ما از اینجا همین حرف را اعلان میکنم که حکومت با کل مهاجرین، چی مهاجرین جنگی مالستان و جاغوری و فلان، مهاجرین جنگی جلال آباد یا مناطق غزنی و دیگر و مناطق خشکسالی که فعلا بادغیس است و قسمن هم از مناطق جنگی مردم مهاجر شدن آمدن به اینجا، اگر به این وضعیت ها رسیدگی نشه، این حکومت باید متوجه باشه که چی وضعیتی به اونجا با وجود می آید. به این 5 میلیون افغانی خود عنوان نکنن که 5 میلیون افغانی در دوا نمی کنن. بله. 5000 تن گندم را اگر به سطح کل همه مردم تقسیم بکنن، با مهاجر تقسیم بکنن، فامیل یک بوجی هم به اون مسائل نمی رسه. 20000 و 5000، شما فکر کنین که هر چهار فامیل یک بوجی گندم به روز میرسه 50 کیلو گندم. آیا درد این مردم به 2000 افغانی و 50 کیلو گندم مشکلش رو برمیگردیم؟ آقای سیاس، آیا واقعا ظرفیت وجود نداره؟ قسمی که آقای رهین گفتن و این که همین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی تا چی حد آمادگی داره و چگونه دستبندی کردن مهاجرینی را که بجا شدگان داخلی را که برش رسیدگی کنن؟ اگر ما از همی مسائلی که واقعیت ها را نمایش بیته ما داخل شویم، ما فکر میکنم که دولت اول یک موضوع را به شما تشریح کنیم که اینا گفتن جناب وکیل صاحب که ظرفیت وجود نداره. ما چند تا کمیته داریم. کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث در سطح کشور. بله. این کمیته تمام وضعیت اضطراری را در سطح کل ولایات، در سطح کل افغانستان بررسی میکنه و در هر نقطه که مشکلی وجود داشته باشه به شکل هجومی عمل میکنه. یعنی تمام دستگاه دولت، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت زراعت، اداره مبارزه با حوادث، در مجموع تمام دستگاه، هر کدامشان در قبال چهار مرحله حادثه وظایف مشخصی دارند که این وظایف باید انجام بدن. بعد میریم در سطح ولایت، ما کمیته های اضطرار ولایتی داریم. در کمیته های اضطرار ولایتی تمام قدمه های دوم وزارتخانه که متشکل از همون ریاست های هر وزارتخانه است، اینا عضو کمیته هستند به شمول بخش های نظامی و به شمول بخش های ملل متحد، همون رقمی که در سطح کل ملل متحد شامل است. هر حادثه ای که میشه، امکاناتی که در سطح ولایت میآید، رهبریش به دوش والی است که چطور رهبری میکنه ولایت و از جمله چطور رهبری میکنه بخش اضطرار ولایتی را. تمام امکاناتی که در اوجا می آید به اساس جلساتی که اینا می گیرند، با در نظر داشت وضعیت حادثه، با در نظر داشت که مردم نیازمندی هاشون چی است، اولویت ها را به کدام بخش ها اول می تن، همون رقمی که در تبعات اولویت هاست، در بخش رسیدگی به حوادث هم اولویت ها وجود داره. حال شما ببینین به گونه مثال که جناب قاضی صاحب گفتن که برای ولایت بادغیس که ما 5000 متریک تن گندم انتقال دادیم، یک متریک تن 20 بوری است. به صورت ساده میگم که همگی بفهمه. وقتی ما 5000 را ضرب 20 بکنیم 100000 بوری میشه. برای هر خانواده اگر ما 3 بوری گندم را تقسیم بکنیم چقدر خواهد شد؟ حداقل برای هر خانواده که اینا گفتن که 20000 مهاجر، ما برای هر خانواده اگر 3 بوری بتیم 60000 بوری میشه. 40000 بوری دیگه هم باقی میمونه که ای باید برای
برای مردم توزیع شود. برای زمستان هم ما برنامه زمستانی را ساختیم. در برنامه زمستانی از بازگشایی و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی تا مسائل ادویه مورد ضرورت مردم، مواد غذایی، مواد غیر غذایی، مواد سوختی و همچنان در صورتی که راه های مواصلاتی در مجموع خدای نخواسته اگر با باریدن یک برف سنگین مسدود شود، میدان های هوایی، همه اینها را ما شامل این پلان ساختیم که اینا آمادگی داشته باشند. در تفاهم با کدام نهادهای داخلی و خارجی کمک میکنین به بیجا شدگان؟ در نهادهای داخلی ما پیشتر عرض کردم که ما کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث داریم که در صورت ضرورت همه امکانات دولت توجیه میشه به طرف حادثه، در هر بخشی، در هر زمانی و در هر مکانی. بعدش مؤسسات ملی و بین المللی را داریم و در مجموع دولت افغانستان آماده است که در هر بخشی برای مردم وقتی مشکلاتی پیدا شود برای حل مشکلش دولت آماده است و تمام ارگان های دولتی و شمول بخش های نظامی و تمام بخش های مؤسسات و شمول اعضای یون. بله آقای رهین، آیا فکر میکنید که واقعا وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان با مجموعی از کمک های خارجی و کارهایی که در هماهنگی با نهادهای داخلی انجام میتن ظرفیت و توانایی را خواهد داشت که در این فصل سرما به مشکلات بیجا شدگان در افغانستان رسیدگی کنند و سایر نهادها و کسانی که میتونن با اینا همکاری داشته باشند در این قسمت؟ من اگر میخوام خدمت برادر بسیار عزیز ما جناب آقای سیاس عرض کنم که همه حرف را ما به روی کاغذ نوشته میکنیم که پلان ما این چیز است، بیاییم برای تطبیق پلان حرف بزنیم که آیا این پلانی را که روی کاغذ می نویسی این مؤسسه که برای تو بعدی همکاری می دهی همکاری کرده و میکنه در حد حرف و شعار اکتفا نکنیم. اگر بحث همیست جنبه عملی داره، این 20,000 انسانی که به اطراف شهر قلعه‌نو بی سرپناه و بی غذا و بی روزگار افتاده است، این مشکل چرا رفع نشده اگر چیزی بوده؟ کجا شدم کمک هایی را که کردین؟ کجا شدم برنامه هایی را که روی کاغذ داشتین؟ مصیبتی کلانی که امروز در این وطن ایسته که اگر در بخش امدادرسانی و کمک اجتماعی برای مردم است، ما از حرف خود از عمل خود زیادتر حرف گفتیم. در بحث امنیتی و مشکلات امنیتی بود، نیروهای امنیتی ما حرفی را گفتن که او قابل تطبیق نبود. امروز ملک به ناامنی برفت، با خوشحالی و قحطی گرفتار شدیم. بوده که واقعا عملی شده در مورد همکاری با بیجور شدگان؟ ببینید شما، من چیزی را مستند برای شما حرف میزنم. حالا این ما راضی نیستیم که خدای نخواسته شکست نمی حکومت و برنامه و نمی وزارت را داشته باشیم. حرف ما ایست که اونایی که برای وزارت رسیدگی به حوادث وعده کمک کردن، اونا کمک آخر تا کنون نتونستن تطبیق بکنن، تا کنون نتونستن به شکل درست یک سروی دقیقی از مسئله ارائه بکنن، تا حال نتونستن سطح نیازمندی های این مردم مرفوع بسازن. چیزی که ما میخواییم از جناب آقای سیاس به عنوان مسئول این برنامه و پیشگاه خدا و این ملت مسئولیت دارین، همه مهاجرینی که در سر تا سر ملک است، بخصوص مهاجرینی که به این حالت فقر و بیچارگی در اطراف شهر قلعه‌نو و قریه‌جات افتاده هستند، به این حالتشان به این زمستان سخت رسیدگی بکنید. رهین نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان و آقای محمد اسلم سیاس معین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، ممنون از دوستان به برنامه و سپاسگزار از شما که بیننده فراخبر بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.